سریال مردا بهم یاد داد که منم آدم شکیبم. شما چطور؟ سلام علیکم، خیلی مخلصیم. توی این ویدیو میریم سراغ نقد و بررسی قسمت های 16، 17 و 18 سریال مرداب و آخرین پیشبینی من از پایان این سریال که احتمالا یکی دو قسمت دیگه تا پایانش نداریم. پس لایک با چشم بسته و انگشت زدن رو دکمه ساب فراموشتون نشه. بریم و بیایم ویدیو رو شروع کنیم. خب بریم خیلی راحت در مورد مرداب حرف بزنیم. آقا سریال عجیب داره کش میاد، یعنی اصلا انگار تصمیم نداره که تموم بشه. واقعا بذار راحت بگم، کم فروشیه، 45-50 دقیقه هر قسمت، بعد تو دو خط قصه نمیبینی بره جلو. این بده، باید بیخیالش بشم برم سراغ بازیگری ها، چون حرفی اینجا نمیمونه. در مورد بازیگری ها باید بگم که همچنان بازی های در واقع سریال قابل دفاعه و میشه گفت که برگ برنده سریال بازی شاهکار بازیگراشه. یه سکانس داریم قسمت 18، عجب سکانسی، عجب بازیایی، امیر جعفری، شهرام حقیقت دوست، یه شکیب مقتدر و کاربلد و یه ایرجی که در عین خنگی خوشگل غیرتی میشه و قشنگ من مخاطب دلم براش میسوزه. ببین اصلا انتخاب واقعا سخته که اینجا بگی امیر جعفری بهتره یا شهرام حقیقت دوست، خیلی سخته. من که نمیتونم بگم، شما اگه میتونید بگین حتما تو کامنت ها بگین. و حالا اینکه بهتون گفتم راجع به این موضوع حرف زدم به خاطر اینکه یکی دو روز آینده، یعنی جمعه همین هفته، تو کانال خاک سینما، کانال دوم پتروس خان، حتما یه ویدیوی خفن دارم که ببینیدش، چون در مورد این دو تا بازیگرم حرف میزنم و موضوع باحاله. حتما کانالم دنبال کنید. چی؟ فرهاد قائمیان بعد از کاراکتر خرچنگ سریال وفا بازم منفی، بازم خوب و بازم کچل. البته رقصش تو این قسمت خیلی جواب نبود. به طور کلی سریال سکانس خوب از نظر بازیگری کم نداره، اما اینو بذاریمش کنار بریم سراغ دیالوگی نویسی. ببین یه اتفاقی میفته تو قسمت 17 که قشنگ مستاق بارزه اینه که میگن با زبون ما رو از لونه میکشه بیرون. دقت کنید، فیاض شده بود همون مار زخمی که اسلحه به دسته و شکیب با زبون، یا بهتره بگم با کلام درست، تونست فیاض رو کاملا رام کنه. یعنی اینجا جدا از بازی خوب بازیگرا، دیالوگ نویسی هم درست عمل کرده بود. راجع به دیالوگای قلمب سلمبا هم قبلا حرف زدم. اینجای ویدیو خیلی سریع موضوع کیوان رو ببندیمش بریم سراغ موضوع دیگه. آقا من احساس میکنم زنده بودن کیوان خیلی غیر منطقیه، چون ما داریم یک روی وحشیانه شکیب و مقابل خیانت عزیزاش میبینیم. نشونه بعدی مرگ کیوان، جدا از این که داریم یه پلان میبینیم که موبایلش داره زنگ میخوره، تو دل همین زنگ خوردن هم یه نکتهی وجود داره که من ویدیو دوستانو که دیدم خیلی ها بهش توجه نکرده بودن و خب این کار انگشت پتروسه. بریم سراغ همون پلانه، یه ذره زومش بکنیم. ساعت گوشی رو دارین میبینید دیگه، اینجا جاییه که داره سبا به کیوان زنگ میزنه. ساعت جفته 18:18. حالا تعبیر ساعت آینه ای رو خودتون بهتر از من میدونید. ما اینجای ویدیو واقعا باید بگم کارگردان کار درست انجام میده که به جای نشون دادن چگونگی قتل، داره ذهن مخاطبش رو یک کوچولو به چالش میکشه و از طرفی داره مدل های مختلف قتل رو به ما نشون میده. یعنی ما یه جایی داشتیم که شکیب آدمو مینداخت توی چاه، یا جایی داشتیم که آدمو مینداخت توی آب، اینجا داره نشون میده که لهش کرده، استخوناش شکسته و بعد میذاره تو سطل زباله. همه اینا باحاله، خب، و جذابه. حالا یه سریا میگن نکنه تو اون کیسه ها استخونای دلبر اسب شکیب باشه. خیلی غیر منطقیه به چند تا دلیل، به دو تا دلیل. یک، شکیب دلبر رو میپرستید، بعد چجوری راضی میشه که استخوناشو بذاره توی سطل آشغال؟ این که هیچ. دو، اگر این اتفاق افتاده باشه، این بیشک یک گول زدن غیر حرفه‌ای از سمت کارگردان و تدوینگر بوده. چرا دارم این حرفو میزنم؟ دقت کنید، اونجایی که جسد داره در واقع میره توی ماشین شهرداری و داره خون ازش میاد که جورتن راجبش حرف میزنم، ما میزنیم به فلشبک دوئل جذابی که بین شکیب و کیوان داشتیم. خب چرا این کارو میکنی؟
تو داری من علکی گولم میزنی. اما با پذیرفتن این که توی اون کیسه ها کیوان بوده، باز هم این سکانس یه باگ داره. آقا باگش اینجاست که وقتی شما یک جسدی رو مصلح میکنید، تیکه تیکه میکنید، نباید انقدر خون ازش بیاد، یعنی خون توش صفر میشه و اینجوری دیگه روون نمیاد بیرون. ببین این یه گافه خب که احتمالم داره این گافو از عمد انجام دادن، چون فیلمساز گفته خب من اگه الان خون نداشته باشم مخاطبم نمیپذیره که توی این کیسه ها کیوان بوده. اما راه حلش این بود که آقا خون رو روون نمیذاشتی بیاد، یعنی اگر خون این شکلی نبود من میپذیرفتمش. این مثل این بود که انگار دست من همین الان بره توی اون دستگاه، بعد اینجوری خون باید روون بیاد بیرون. رسیدیم به اینجای ویدیو که میخوام تئوری محبوبم در مورد آینده سریال مردها بهتون بگم. قبل از اون یه ایراد عجیب و غریب از سریال بگیرم، خیلی بده، یعنی انقدر بده که من همی گفتم ولش کن پتروس نمیخواد بگی، ولی گفتم بابا ول کن دیگه سریال داره تموم میشه، بیاین حرفو بزن. یه طراح لباس داره این سریال، بذار اینجوری بگم، یه طراح لباس داره که من باید برم خیرشو بچسبم. دو دست لباس برای این کاراکتر بگیر، آفاق با این لباسا توی آب میره، سر قرار میره، تو شهر میچرخه، ولم کنی نمیشه که این. اما ولش کن، تئوری محبوبم میدونی چیه؟ با توجه به شرایطی که جلوتر بهتون توضیح میدم، امیدوارم که شکی پایان این قصه برنده باشه. خب کاری که تو زخم کاری یک داش اتفاق میافتاد ولی خراب شد، بعد ما بریم یه فصل دوی از سریال مرداب داشته باشیم، اونجا پلیس ببره، ما هم اصلا نمیبینیم اون فصل دومو که تو ذوقمون هم نخوره. حالا چرا دارم میگم شکیب ببره؟ ببین قصه مردا باگ داره. من دلیل این هوش عجیب و غریب کاراکتر شکیب رو نمیفهمم، واقعا نمیفهمم. مثلا یه جایی وجود داره که من نمیدونم دلیل چیه که از کجا شکیب متوجه میشه. گلرخ و کوهیار راجع به یه موضوعی با هم دیگه حرف زدن، کوهیار بهش گفته آقا این مدارکو بگیر، اگر من برنگشتم شکیبو لو بده به پلیس. آقای شکیب اینو از کجا میفهمه که نقشه میکشه گلرخ و بچهش میان توی در واقع همون امارتش و گروگان میگیرتش اینا رو؟ حتی اگر این هم بپذیرم و بگم هوش عجیب و غریبش آمارهایی که بهش میرسه اوکی، تو گلرخ رو میری گروگان میگیری بعد سبا رو ول میکنی؟ خب الان اون که بیشتر بر تو خطر درست میکنه و اصلا احتمال زیاد خطر اصلی رو همون بر تو درست میکنه، چرا اونو ولش میکنی؟ از این موضوع هم که بخوایم بگذریم که نمیشه گذشتا، ولی بعضی اینجا حماقت های عجیب و غریب کاراکتر شکیب هم باورم نمیشه. یه مثال براتون میزنم. آره اوکی، ببین تو قسمت 17 هم چه اتفاقی میفته؟ آخرش میفهمیم که ایرج تو ماشین شکیب و ذبیحه. خب دست و پاش بسته است بدون هیچ پوششی روی ماشین، اینا تو خیابون دارن همینجور برای خودشون میرن. شهر هرته؟ یعنی من نمیفهمم تو انقدر باهوشی که اون کارا رو میکنی، بعد انقدر باهوش نیستی که بگی آقا ما الان داریم تو خیابون میریم، یکی همچین چیزی رو ببینه پلاک منو برداره زنگ بزنه به پلیس یا ردمو بگیره، چه اتفاقی میخواد بیفته؟ مگه میشه اینقدر ساده لوحانه؟ خب نمیشه دیگه، ما باورش نمیکنیم. رسیدیم به اینجای ویدیو که یه نکته عجیب دارم، یه نکته جالب. نکته جالبم اینه که شاهین و کارگری که تو قشم دیدیم هر جفتشون از دست ویدا یه آدامس گرفتن. این آدامس دادن ویدا معنی پیدا کرده بود و ما قبلا راجبش حرف زدیم. اگر معنیشو یادتون رفته یا اون ویدیو رو ندیدین، حتما یه ویدیو الان براتون میاد روی صفحه راز مخفی سریال، بعد از این ویدیو حتما ببینیدش و کیف کنید ازش. اما نکته عجیب سریال، سانسور اسم یک شهر جنوبی ایران که از نظر من بیدلیله. خب ما یه جایی داریم، یه سکانس داریم قسمت 17 هم که کوهیار میگه بوشهر، ولی بعدن صداگذاری میشه به قشم. نمیدونم، بحث در واقع یه چیزای عجیب و غریبه که ما ازش سر در نمیاریم، نظامی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، نمیدونم. من کویر شکیبم، یه بلیط میخوام برای قشم. رسیدیم به بخش جذاب ویدیو که خیلی هم کوتاه برات آمادش کردم. آقا چون سناریوی سریال مرداب غافلگیری منو مخاطب و دوست داره، من احساس میکنم تا قبل از سکانس آخر سه تا غافلگیری دیگه داریم. حالا من این سه تا غافلگیری رو میخوام در قالب پیش بینی مطرحش کنم. اولی، فکر میکنم کاراکتر زبی پدر بزرگ سوا باشه، همون آدمی که در واقع پدر خاتون معشوقه شکیب هم بوده. دومین پیش بینی میخوام سوالی اول مطرح کنم، به نظر شما کاراکتر شکیب
میره زندان یا میمیره و اگر میمیره به دست کی کشته میشه. خودم یه پیشبینی دارم که وسط ویدیو هم راجبش یه کوچولو حرف زدم. فکر میکنم کاراکتر سبا میکشدش. چرا؟ چون رها گذاشتتش و این کاراکتر باید یه اتفاقی فعل و انفعالی رو شکل بده. همینجوری اومد و همینجوری هم بره ما نمیفهمیم چی شده. و سومین پیشبینیم که قبلا هم راجبش حرف زده بودم و فکر میکنم تو پیشبینی‌های جایی که بهتون گفتم ایرج نمیمیره این موضوع رو مطرح کرده بودم، مرگ کاراکتر آفاقه، اونم احتمالاً به دست کاراکتر شکیب. چرا؟ دلیلش هم یک چیزه، آقا اون تعبیر خوابی که ما از خواب ایرج داشتیم. دمتون گرم که ویدیو رو تا اینجای کار دیدین. تکرار کنیم، حتی اگه سرمون بره خورده به تنمون پیروزی گره.